با درود بر شما فرشتگان عزیز، بنده مسعود رستمی هستم. در این اپیزود به ادامه فلسفه در قرون وسطی می‌پردازیم. بسیاری تاریخ غرب رو بر اساس دوره‌های ابتدایی، میانی و مدرن تقسیم بندی می‌کنند. فلسفه دوران باستان تحت تأثیر دو دیدگاه اصلی قرار داره، یکی دیدگاه افلاطونی هست، یکی دیدگاه ارسطویی هستش. گرچه فیلسوفان تاثیرگذار بسیار دیگری هم بودن که قبلا بهشون پرداختیم و در ادامه هم بهشون خواهیم پرداخت. بسیار کسانی که به صورت آکادمیک فلسفه رو مطالعه کردن میدونن که در واقع بلافاصله بعد از ادامه فلسفه یونان باستان یه دفعه میپرن روی فلسفه مدرن و این وسط فلسفه قرون وسطی که چه در آن گذشته رو زیاد روش مطالعه نمی کنند و کاوشی در این زمینه زیاد صورت نگرفته. از سقوط امپراتوری روم تا دوره رنسانس حدود 1000 سال 10 قرن وسط هستش که دچار تحولات فکری زیادی ما در فلسفه غرب داریم. اولین چهره تاثیرگذار رو ما میتونیم سنت اگوستین رو نام ببریم که قبلا بهشون پرداختیم و در ادامه هم بیشتر بهشون خواهیم پرداخت. و چهره دیگری که بسیار حائز اهمیت هست توماس آکوئیناس هستش که توماس در 1225 در ایتالیا به دنیا اومده و حدود 50 سال بعدش هم از دنیا رفته. توماس آکوئیناس از لحاظ تکنیکال نسبت به سنت اگوستین در سطح بالاتری قرار داره و یکی از کتاب‌های اثرگذارش که داشته در واقع آن Truth of Catholic Faith هست، در باب حقیقت فیث و یا ایمان کاتولیکی حالا اگه بخواییم ترجمه بدیم. و دیگری هم به نام تئولوژی یا مقدمه The Summary of Theology یا مقدمه مذهب هستش که بسیار حائز اهمیت است. پس از سقوط امپراتوری روم ما در اروپا دارک ایج روز رو داریم که به عنوان سالهای تاریکی شناخته میشه و ما هیچ گونه ظهور و بروز فلسفه و یا فیلسوفان بزرگی رو در طول 6-7 قرن نداریم، به غیر از یه چند چهره که میان میرن و یک مدار فعالیت های فلسفی داشتن که میتونیم به جان موسکات به عنوان مثال اشاره بکنیم که در قرن 9 میلادی بود، اما به سمت قرن 11 و 12 که میان دیگه اونجا به بعد ما متفکران بزرگی رو داریم، مانند آبلار در قرن 12 هستش، راجر بیکن هست، توماس آکوئیناس هست که این تفکرات توسط به فرض مثال ویلیام آکان ادامه پیدا کرد و در انتهای قرون وسطی دیگه به پایان رسید و در رنسانس ما ادامه شد. در این اپیزود ما بیشتر به توماس آکوئیناس میپردازیم که یک نوع قیاسی با سنت اگوستین هم باید داشته باشیم. البته توماس قرنها بعد از سنت اگوستین بوده. آکوئیناس یا به قول خودم آکوئیناس یکی از مهمترین دغدغه هاش پیوند ایمان و عقلانیت یا علیت و عقلانیت، چیزی که به عنوان فیس و ریزن شناخته میشه بود. علتش هم این بود که چیزی که ادیان کلن ازش رنج می‌بردن فقدان عقلانیت و فلسفه بود که در اون مذاهب وجود داشت و سنت اگوستین سعی کرد که به هر حال یک فلسفه رو با قرض گرفتن از افلاطون برای مسیحیت دست و پا بکنه و سنت آکوئیناس در هم راستای سنت اگوستین حرکت کرد، ولی از یک زاویه دیگری به این قضیه نگریست. چرا که برای به فرض مثال صحبت کردن با فرشته ها و امثال این شما دلیل عقلی به راحتی نمیتونید بیارید. در نتیجه کاری که کرد این بود که دامنه عقلانیت رو محدود کرد به یک سری از فعالیت‌های
بشری در زندگی روزمره، در زندگی روزمره بشری، و اینگونه استدلال کرد که تمام ابناع بشر فارغ از اینکه مسیحی باشند یا نباشند یا هر مذهبی داشته باشند، میتونن از اون گیفت و یا هدیه‌ای که خداوند به اون بشر داده که همون تعقل و عقلانیت و جستجوی علیت هست رو استفاده بکنه. و البته یک رابطه دوسویه هست بین مسیحیان و غیر مسیحیان، همونطور که انسان مسیحی میتونه از تفکراتی که بشرهای غیر مسیحی راجع به چیزهای مختلف به دست آوردن استفاده کنن، از کشفیاتون استفاده کنن یا از عقلانیتون استفاده کنن، این رابطه دوسویه هست و محدوده دامنه فعالیت‌های بشری رو به چیزهایی رو که عقل میتونه به اونها نفوذ کنه و چیزهایی که نمیتونه نفوذ کنه تقسیم بندی کرد به طور غیر مستقیم. و بنابراین افکار نابی که ناشی از عقلانیت باشه میتونه از هر کجای کره زمین و توسط هر شخصی با هر نوع بک‌گراند دینی، مذهبی، نژادی و سنی بیاد و این ارتباطی به مذهبش نداره. توماس آکوئیناس با اینکه طول عمر زیادی نداشت و حدود 50 سال عمر کرد، ولی در حدود 200 تا نوشته در باب مسیحیت داره. آکوئیناس دقت کرده بود که بسیاری از متفکران بزرگ دنیا در دوران باستان مذهبی نبودند و مسیحی نبودند بالاخص، و این باعث نشده بود که اونها کارهای تاثیرگذاری انجام ندن. آکوئیناس بر این عقیده بود که جهان پیرامونی ما با عقلانیت و ریزن و جستجوی علیت قابل اکتشاف هست، بنابراین کل جهان و دینامیک حاکم بر اون رو به دو دسته از قوانین تقسیم کرد، یکی نچرال لا و یکی اترنال لا یا قوانین که مبتنی بر ایمان و مذهب هست. قوانین طبیعی به عنوان مثال اینکه چگونه فلزات، شمشیر، زره، پلها و جاده ها ساخته میشه، و اترنال لا هم قوانینی که مربوط به مسائل ایمانی و باوری میشه، مانند صحبت با فرشتگان وحی و غیره. در باب اخلاق هم یک قانون کلی داشت که بر مبنای یکی از آموزه های منتسب به مسیح بود که می گفتن همون گونه با دیگران رفتار کن که دوست دارید با شما آن گونه رفتار شود، و این مبنای خوبی برای اخلاق برای ایشون هم از دیدگاه آکوئیناس بود و این رو سنگ بنای قوانین اخلاقی قرار دادند. کارهایی رو که خداوند انجام میدن رو در دسته اترنال لا قرار میدادن. و باید در نظر داشت که آکوئیناس برخلاف سنت آگوستین یک آدم آکادمیک آن زمان هم بوده، مانند کانت، هگل، ولی سنت آگوستین یا دکارت یا اسپینوزا بیشتر سولیتری و قائم به تفکراتی که در مغز خودشون میجوشیده بودن. و نباید از این هم غافل شد که یکی از کارهای بزرگی که در دوران میدل ایجز انجام شد همین بود که دانشگاه ها تأسیس شد، و از اون مهمتر این هستش که مکتبی که در این دانشگاه ها به عنوان سیستم تدریس بود بر اساس نوعی تفکر و یا مناظره دیالکتیک بود. اینطور نبود که یک نفر متکلم وحده باشه و بقیه قبول کنند، درست مانند سیستمی که الان در آکادمیک های غرب هستش و یک تزی ارائه میشه و باید شخصی اون تز رو ارائه میده ازش دفاع بکنه و روش بحث میشه، بحث های جدی در باب موافق و مخالف مطرح میشه و این نهایتاً شناخت حقیقت مطلق بهتر میسر میشه. این طرز اندیشیدن رو خود توماس هم نشون میده در سوما تئولوژیا که تزهای مذهبی که ارائه میده آرگومنت هایی که فکر میکنه مخالف اون هم هست رو حداقل سه تا آرگومنت اصلی مخالفش رو هم مطرح میکنه و این سیستم تفکری رو فی نفسه
قابل ارزش میدونیم ما، فارغ از اینکه دفاعشون قابل قبول بوده یا قابل قبول نبوده، قابل ارزش هست. از فهم آثار ارسطو و مناظراتی که برای آثار ارسطو میشد هم از کارهای مثال زدنی آکویناس هست. آکویناس زمانی که 20 سالش بوده به عنوان یک دومینیکن وارد پاریس میشه و نزد یک تئولوژیست بزرگ اون زمان دوران میدلیج به نام آلبرت کبیر آموزش میبینه و بین کلن و پاریس و روم برای تحصیلات تکمیلیش مسافرت میکنه و در همین حین هم اندیشه هاش رو مینوشته و مشهور است به اینکه ایمان رو از یک سو و عقلانیت رو از سوی دیگر با هم ترکیب میکرد و در زمینه عقلانیت به ارسطو اقتدا میکرده که ایشون هم معتقد بود که آگاهی بر اساس چیزهایی هستش که قابل درک برای انسان هست و قابل تکرار هست، برخلاف آموزه های افلاطون که این دنیا رو یک تصویری از یک واقعیتی که در جای دیگر هست تعریف میکرد و عقیده به عالم مرسل و عالم دو جهانی داشت. و آکویناس دو دسته برای آگاهی در نظر میگیره، یکی مسائل روزمره که بر مبنای فلسفه ارسطویی قابل درک هست که همینا رو در طبقه نشر الله قرار میده و قسمت دیگر که قابل دلیل آوری عقلی و دریافت با حواس نیست و اونها رو در طبقه دیگری قرار میده که صرفا از طریق وحی و مسائل ماورای عقلی میسر است و برای مسائلی مانند بروز خدا، مسیح، تثلیث، اینکارنشن و برای نیاز به ایمان هست و این نیاز به چشم دل هست و از طریق چشم دل هست که شما میتونید ببینید و درک بکنید. بسیار خوب، در اینجا من این اپیزود رو پایان میدم. امیدوارم که بتونه مفید واقع شده باشه. تا اپیزودهای بعدی روشن باشید و روشنگر بمانید.